سلام دوستان، وقتتون بخیر. بازم با یه ویدیو معرفی ابزار دیگه در خدمتتون هستیم. در این ویدیو می‌خوایم یه دستگاه قدیمی که خیلی‌ها نمی‌شناسنش و متأسفانه سند چوب ما زیاد کاربرد نداره به شما معرفی کنیم. دستگاه اره همه کاره یا اره افقی بر، با هر دو نام شناخته میشه، اما اره افقی بر اصطلاح رایج‌تر اون هست. با توجه به اینکه شما میتونید تیغ‌های مختلفی روی این دستگاه ببندید و ازش استفاده کنید، با نام اره همه کاره هم شناخته میشه. همونطور که میدونید ما دستگاه‌های زیادی تو صنعت چوب داریم که با اونها میتونید برش‌کاری رو به راحتی انجام بدید، اما گاهی اوقات پیش میاد که شما نیاز به یه برش دقیق ندارید و نیاز هست که خیلی سریع الوارهای چوبی و تخته‌های چوبی رو برش بدید و حتی گاهی اوقات ورق‌های چوبی. اره همه کار این کار رو براتون انجام میده. در واقع ما داریم بخش استفاده در صنعت چوب این دستگاه رو به شما معرفی میکنیم، اما این دستگاه فراتر از صنعت چوب هست. در واقع میتونید تو کشتارگاه ازش استفاده میشه برای برش لاشه های حیوانات، تو صنعت فلز برای برش انواع فلز و ورق های فلزی و پروفیل های فلزی و لوله های فلزی استفاده میشه و به راحتی هم این کار رو انجام میده. در کشورهای اروپایی و آمریکایی از این دستگاه برای تخریب ساختمان هم استفاده میکنن. خیلی استفادهش گسترده است، اون هم به لطف تیغه هایی که داره و اون تیغه ها هر کدوم برای موارد خاص است. حتی تو صنعت ساختمان برای برش سرامیک و کاشی هم ازش استفاده میشه. خوشبختانه تو ایران شرکت های مختلفی واردات تیغه رو انجام میدن و دسترسی به این تیغه ها خیلی ساده است و به راحتی میتونید به اینها دسترسی داشته باشید. تو ویدیوهای بعدی که ما منتشر میکنیم اختصاصی قرار در مورد تیغه های مورد استفاده در دستگاه های اره افقی بر یا اره همه کاره رو به شما معرفی کنیم و منتظر این ویدیو هم باشید. این ویدیو رو میتونید در پیج اینستاگرام آیچوب یا در صفحه یوتیوب آیچوب یا وبسایت آیچوب مشاهده کنید و ازش لذت ببرید. دلیل نامگذاری این دستگاه به اره افقی بر این هستش که شما میتونید در حالت افقی این دستگاه رو تو دستتون بگیرید و عملیات برشکاری رو انجام بدید. در واقع جهت قرارگیری تیغه نسبت به سطح به صورت افقی هست، یعنی اینکه غالب کار به این صورته، اما شما میتونید برش های عمودی رو هم به راحتی انجام بدید، از این جهت مشکلی نداره. حتی برش هایی که روی سقف هم هست رو میتونید به راحتی انجام بدید، ولی حالا با این نام با توجه به اینکه ساختارش به این صورته که در حالت افقی راحت‌تر برش رو انجام میدید، به نام اره افقی بر شناخته میشه. بریم توضیحات بیشتر داشته باشیم از این دستگاه و ببینید که قابلیت‌ها و جزئیات بیشتر این دستگاه به چه صورت هست. همونطور که توضیح دادم از اره افقی بر میتونید برای برش انواع مواد مثل چوب، فلز، پلاستیک، سرامیک و دیگر مواد استفاده کنید. با استفاده از این دستگاه و تیغه‌های مختلفی که طراحی و تولید شده، میتونید از قاب چوبی درب و پنجره گرفته تا لوله‌های فلزی و پلاستیکی رو به راحتی برش بدید. در بازار ایران اره افقی بر با نام اره همه کاره هم شناخته میشه و این نامگذاری به دلیل تیغه‌های مختلف ساخته شده برای این دستگاه و قابلیت‌های گسترده اون هست. ساختار دستگاه بسیار ساده هست و همین سادگی و ظاهر لوله‌ای شکل اون به شما این اجازه رو میده که بتونید از اره افقی در بخش‌های تنگ و باریک ساختمون استفاده کنید. البته برخی مدل‌های این دستگاه تاشو هستند و میتونید در زوایا و حالت‌های مختلف برشکاری رو انجام بدید. در بیشتر مدل‌های موجود در بازار یک لامپ LED در قسمت جلوی دستگاه و در کنار تیغه وجود داره تا اینکه بتونید فضاهای تاریک رو هم به راحتی برش بدید. ساختار دستگاه و تیغه‌های کم عرض اره افقی به شما این اجازه رو میده تا بتونید برش‌های منحنی ایجاد کنید و محدودیت چندانی ندارید. همچنین میتونید راحت‌تر از هر دستگاه دیگه‌ای در فضای سقف و حتی روی نردبان اقدام به برش‌کاری کنید. اره افقی بر هم مثل بسیاری از ابزارهای برقی در دو مدل شارژی و سیمی تولید میشه. مدل‌های شارژی به خاطر وجود باتری کمی سنگین‌تر هستند، اما نبودن سیم به شما این اجازه رو میده تا بتونید راحت‌تر دستگاه رو حمل کنید و در موارد خاص نیاز به تأمین برق نداشته باشید. همچنین اگه قصد هرس کردن شاخ و برگ درختان رو داشته باشید، بدون شک مدل شارژی این دستگاه انتخاب بهتریه. دستگاه‌های موجود در بازار ایران از 650 تا 1300 وات توان دارند که
هرچه این عدد بیشتر باشه دستگاه میتونه با قدرت بیشتری کار کنه و برش های سنگین تری رو انجام بده. بدنه این دستگاه ها هم مثل بیشتر دستگاه های موجود در بازار از جنس پلاستیک عایق دوبل هست. پلاستیک عایق دوبل در کنار مقاومت بالا مانع از برق گرفتگی اپراتور در اثر اتصال بدنه قطعات الکتریکی داخل دستگاه میشه. دسته عقب و جلو معمولا با روکش لاستیکی ضد لغزش پوشش داده میشه تا راحت تر از این ابزار بتونید استفاده کنید. برای جلوگیری از سرخوردن دست به سمت تیغه در بخش جلوی اره افقی بر برآمدگی وجود داره که نقش مهمی در حفظ ایمنی اپراتور بازی میکنه. شاسی خاموش و روشن دستگاه روی دسته پشتی وجود داره و با فشردن اون میتونید دستگاه رو خاموش و روشن کنید. البته به لطف دیمردار بودن این شاسی امکان تنظیم سرعت چرخش موتور و در نتیجه امکان تنظیم سرعت رفت و برگشت تیغه رو خواهید داشت. در بیشتر اره همه کاره ها یک قلاب برای آویزون نگه داشتن ابزار وجود داره که ساختار اون در مدل های مختلف متفاوته. این قلاب میتونه برای استفاده از دستگاه در ارتفاع گزینه کمکی بسیار خوبی باشه. سیستم تیغگیر اره افقی بر هم در برندهای مختلف متفاوت هست. یکی از ساده ترین سیستم های تعویض تیغه سیستم STS بوش هست که در تصویر میتونید ببینید که طرز کارش به چه صورته. برای تعویض تیغه کافی اهرم رو به بالا فشار بدید تا فضا برای نصب تیغه فراهم بشه. بعد تیغه رو داخل بخش تیغگیر قرار بدید و اهرم رو رها کنید. به همین سادگی تیغه در جای خودش محکم میشه. خب دوستان، تا به اینجای کار با کلیت این دستگاه آشنا شدید و الان میدونید که اره همه کاره چه بخشایی داره و چه قابلیت هایی داره. برای استفادهش من یه نکته تکمیلی خدمتتون عرض کنم. اول اینکه دستگاه رو با دو دست نگه دارید چون وزنش بالاست و سخته. شما میخواید یه دستی عملیات برشکاری انجام بدید و اصلا تعادل ندارید، مطمئنم باشید کار خطرناکیه. با دو دست انجام میدید. خوشبختانه برآمدگی این قسمت وجود داره که مانع از سرخوردن دست حالا چپ یا راستتون نمیشه و اجازه نمیده که آسیبی وارد بشه به شما. از دستکش استفاده کنید، از عینک استفاده کنید، براده داره و نکته بسیار مهم اینه که اگه احیانا گیر کنه به یه شاخه درختی به سختی تقلا میکنه برای اینکه بتونه اون حرکت رفت و برگشت رو داشته باشه و به شونهای شما و دست شما فشار میاره و ممکنه آسیب برسه. پس زمانی که میخواید برش رو انجام بدید، ابتدا این پایه رو بچسبونید به قطعه کار. بعد از اینکه چسبوندید و مطمئن شدید که یه سطح اتکای فوق العاده محکم دارید، عملیات برشکاری رو شروع کنید. هیچ وقت تیغه رو نچسبونید به کار و دستگاه رو روشن کنید. زمانی که چسبوندید پایه رو به قطعه کار، بعد دستگاه رو روشن میکنید، مثل این کاری که الان من انجام میدم. بعد آروم آروم تیغه رو نزدیک میکنید به شاخه درخت، الوار یا هر چیز دیگه و آروم عملیات برش انجام میدید. به محض اینکه این پایه رو از قطعه کار جدا کنید، مشکلی که پیش میاد اینه که دستگاه تقلا میکنه و سطح اتکا نداره و دستتون تکون میخوره، بدنتون تکون میخوره و ممکنه مشکل پیش بیاد براتون. عرض کردم خدمت شما در بیشتر دستگاه ها یک زامنی وجود داره که زمانی که اینو فشار بدید و زمانی که شما با دستتون به پایین فشار بدید این ماشه فعال میشه، در غیر این صورت شاسی فعال نمیشه. این نکته هم بودش که در مورد این دستگاه وجود داشت. یه سری اره افقی برهایی که تو بازار هستن کم و بیش با هم اختلاف دارن از نظر شکل ظاهری و از نظر ساختار، که کلیت کارشون همینه، کارکردشون همین هست. اگه احساس میکنید این دستگاه مناسب کار شماست، شک نکنید، وارد کارگاه خودتون کنید و ازش استفاده کنید. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید. ما در ویدیوهای بعدی سعی میکنیم جزئیات بیشتری از برندهای مختلف، یعنی میایم برندهای مختلف اره همه کارا جداگانه بررسی میکنیم و شما میتونید بهتر انتخاب کنید که کدومی که از این دستگاه مناسب شماست. خیلی متشکرم از اینکه تا به این لحظه همراه ما بودید، این ویدیو رو دیدید. سعی کردیم تایم ویدیو رو بیاریم پایین که شما سریعتر بتونید اطلاعاتو به دست بیارید. با دیدگاهاتون میتونید به ما کمک کنید که بتونیم ویدیوهای جدید رو با کیفیت بیشتر و با اون جزئیاتی که شما مد نظر دارید بسازیم. لایک، کامنت و شیر این ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی رو لطفاً فراموش نکنید. به ما خیلی کمک میکنید که بتونیم با قدرت بیشتری ادامه بدیم و سپاس از اینکه همراه ما هستید. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید. ارادتمندیم.